ببین استعین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل طاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جهان جهت شادی ارواح طیبه شما دار و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات اللهم صل علی محمد عرض به خدمتون که بحثی رو شروع کردیم نام بحث مراقبه. ببینید برخی از مباحث حوزه های عرفان عملی و اینها بیشتر برمیگرده به وضعیت مقامات و اینها، ولی برخیش اینجور است که مطابق عموم یک دستورات سلوکی وجود داره، یعنی اصلا سلوک خودش یک سلوک عملیه. مثلا ذکر اینجوریه، ذکر ضمن اینکه یک بحث حوزه عرفان عملیه تبدیل به دستورالعمل‌های ویژه هم شده، یعنی به عبارتی کسایی که اهل ذکرن یا ذکر میدن یا اهل دستگیری تو حوزه ذکرن این کارها رو انجام میدن. تذکری دادن، بله، حضرت علامه حسن‌زاده آمولی هم به رحمت خدا رفتن و منشون را که روحشون رو با سید الشهدا محشور میکنه انشاءالله. اینا واقعا بقیت و سلفی هستند که واقعا در این ابعاد برخی واقعا تکرار نشدنی هستند. مثلا آقای حسن‌زاده به همین راحتی تکرار نمیشه که 200 سالی 300 سالی مثلا اینا لازم هستند که بگذرد تا مثلا ایشون تکرار بشود. حالا بحث این است که برخی ها از این مقول هست، یعنی ضمن اینکه مبحث عرفان عملی محسوب میشه مباحث سلوکی هم محسوب میشه. مراقبه یه همچین وضعیتی داره، مراقبه کردن که اون گرانیگاه کار حضرت علامه طباطبایی همین مثل مراقبه بوده. گفتن کسی که مراقبه بکنه تخم سعادت میکارد، چی تعبیری از ایشون هست. حالا این مراقبه چیست؟ من یه قدری این جلسه راجع به اینکه مراقبه چیست و چجوری میشه مراقبه کرد، اصل مرکز ثقل این بحث مراقبه کجاست، من یه چند تا نکته ای رو عرض میکنم. ببینید حتماً مراقبه در افعال و اعمال و اینها این حرف درستیه. یعنی انسان خواهی که آن به آن اون مراقبه، یعنی چی؟ یعنی یک دوام حضور و یک لحاظ با دوام، به این میگن مراقبه کردن. مراقبه این نیست که کسی مثلا آخر روز برگرده مثلا یه روزشو نگاه کنه، به این نمیگن مراقبه کردن. مراقبه کردن اونجایی اسمش مراقبه است که ولتنظر، یعنی باید هی مدام ببیند، باید ببیند، یعنی هی داره با یک دوام حضور توش، دوام اصلا لحاظ شده در مقام مراقبه کردن، یک دوام لحاظ و حضور اونجا ملاحظه شده درش. خب به عمل باید مراقبه کنه آیا؟ یعنی اعمالش رو مراقبه کنه؟ این حتما این هست، ولی مرکز ثقل اصلی و اصلی مراقبه اینجا نیست. اون مثال معروفی که
ما همیشه میزنیم اینو در نظر بگیرید، اون مرکز ثقلش خودش عمل رو تصحیح میکنه. ببینید شما اگر واقعا یه درک اینجوری ما داشته باشیم که محضر یک عالمه، مثلا خیلی بزرگواری، مثلا حالا با اخلاقی، اهل عرفانی، نمیدونم چی، مثلا در محضر رو میخوایم حاضر باشیم، وقتی حاضر میشیم دیدید که چقدر انسان وقتی که درک حضور داره تو اینجا حواسش به خیلی چیزا هست دیگه. این حواسش هست که حواسش جمع بکنه، حرف این عالم رو گوش بده، حواسش هست که خیلی با بغلیات نخنده، مثلا اگر قرار باشه سوالی بکنه خیلی سوال رو میشوره و بعد سعی میکنه حرفش هم درست باشه، مثلا یه چرت و پرت نمیگه خلاصه، این کاملا حواسش رو جمع میکنه که اینجا جایی نیست که من قرار باشه چرت و پرت بگم و یا مثلا با این عالم ربانی مثلا شوخی کنم، مثلا شوخی های مثلا زشت کنم، مثلا اینجا مثلا اینو بیل کنم برم یه طرف مثلا با این رفیقم بگم بخندم. مثلا خودت فضای درک حضور خودش داره یه سری مراقبت های رو خودش ایجاد میکنه. کسانی که بحث مراقبه رو میگن نقطه و مرکز ثقل اصلی رو نمیگذارن روی عمل، میگذارن رو حالت درک حضور. حالا من اینو یه خورده بیایید بازش بکنید به حدی که خب خودمونم یواش یواش بفهمیم. آقای حسن روحانی گفتن در مسیر نجف به کربلا، همه دوستان هست، خیلی خوش بارد. همین که یادی از ما کردید. این خود مسئله درک حضور، یک درک حضور جدی که در شخص ایجاد شده باشه، تخمش کاشته شده باشه در حضور و رفته رفته این درک حضور براش جدی شده باشه، خود اون کنترل میکنه. یعنی اون باعث میشه که یه سری کار رو انجام نمیده. خیلی سنجیده است این آدم خیلی سنجیده است تو گوش کردنش، حرف زدنش، حرف گوش کردنش، تو اعمالش. این درک حضور یعنی چی؟ بالاخره شما ببینید ما یه خدایی داریم که ان الله کان علیکم رقیبا. شما به این توجه بکنید که یک خدای مراقب داریم. یعنی خدایی نیست که حواسش نیست به ما پرته، مثلا کاملا داره از اون مراقبت میکنه، رقیب ماست. خود این اگر در انسان بیفته و مراقبت بکنه از خدای مراقب، یه خدایی هست، خدا هست خدا، یه خدا مراقب خودش، خدا حواسش جمعه، او رقیبه. مراقبت از خدای رقیب اون مراقبت اصلیه. ببینید برخی از آیات، یعنی اصلا آیات اینجوریه، باید اون نکتش به جان انسان بیفته، نکته اصلی آیه. شما در آیه دارید ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقبه، خدا چارچشمی اینجوری داره میپاد. مثلا حالا انشاءالله در هفته بعد که بحث حرمت رو هست، یعنی که همینه اینا مرتبطه، که به من یعظم حرمات الله و الله خیلی من دربه، کسی که حرمات رو، محدوده های الهی رو، حرمت خدا رو نگرده و تعظیم کنه،
یعنی چی؟ یعنی در وجود خودش غلیان بده. یعظم حرمات الله، یعنی حرمت رو تو وجود خودش غلیان بده. یه موقع هست میگه که خدای رو گفتم باش، این هم یه دستوری هست جان رو یه موقع اینجوری او خدا داره نگاه میکنه، خیلی ممکنه نگاه کنه. یه موقع هست که طرف میگه که خدا این رو گفته، این میشه یعظم حرمات الله. خیلی عظیم، خیلی این عبارت قرآن اگر به جان بنشینه یعظم حرمات، این داره حرمات الله رو تعظیم میکنه. یعنی میگه آقا اونجا لبه های چیز خداست، اونجا قرق الهی ها، اونجا جایی نیستی کسی بتونه نزدیک این قرق ها بشه، اینجا خدا داره نگاه. یعنی ببینید این میشه تعظیم، تعظیم حرمات الله. اینی که شما میگم یه ان الله کان علیکم رقیبا، خیلی در آدم یه موقع میگه ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقب آدم، خدا داره نگاه میکنه، خدا مراقب است. این وضعیتی که شخص پیش خدا در محضر قرار میگیره، این وضعیت خودش دست و پای آدم جمع میکنه، خودش دست و پای آدم جمع میکنه. تو چه چیزایی؟ تو همه چیزا، بستگی به شأن و جایگاه خود شخص، خودش میفهمه چه چیزایی رو باید مراقبت کنه. بستگی داره که چقدر این الان براش جدی شده. ان الله کان علیکم رقیبا چقدر جدی شده. یکی از اتفاقاتی که شخص میتواند این رو برای خودش جدی کنه، مجموعه مناجات هاست. مناجات ها شما دقیقاً درک محضره. یعنی شما یه دوره، یه درک محضر کلی داریم، یه درک محضر مال فضایی که خیلی جدی شما یه درگیر مناجات میشید، دارین محتوای مناجات رو با یه کسی در میان میگذارید. بذارم مناجات ها رو از این جهت خیلی رد بزنید. مناجات شعبانیه، دعای کمیل، دعای ابو حمزه، اینها باعث میشه که شخص لحظاتی رو در عمق درک حضور فرو میره. قرارم نیست که اینا رو مثلا همچه سرسری آدم بخونی، فرازیشو مثلا شروع کنه، اون درک حضورش از همه بخشاش مهمتره که اینو داره میگه حضرت حق، اینا رو داره میگه. این اگه جدی بشه، اون موقع یک معامله قلبی جدی شکل میگیره در شخص. تو ان الله کان علیکم رقیبا. حالا من مثال هایش رو عرض میکنم از اینا، از این مثال ها که تو این مثال ها معلوم میشه که شخص در طول روز ضمن این که داره کارش رو انجام میده در محضره. یعنی این رو کاملا حتی به لحاظ قلبی، خطوراتی که به قلبش میان اونجا چون در محضره براش جدی میشه. مثلا فرض بفرمایید مجموعه معارضات درونی که شخص داره با خدا، مثلا یک مصیبتی پیش میاد تو ذهنش اینه که چرا من؟ خدا این عالم صاحب نداره؟ مثلا تو این وسط این گرفتاری ها حالا باید اینم میمارد؟ دیدید این معارضات قلبی رو؟ یعنی آدم داره به لحاظ قلبی معارضه میکنه، حتی راهی اوقات معارضات اینجوری میکنه. آقا این همه ما تو این قال اصلا و قال البار و درس و بحث و اینا، این طرف اومد از گرد را رسید، رفت تو سلوک و ببین به چه ماشون، به چه چیزی هم میتونم، چرا؟ چرا اینجوریه؟ این داره معارضه میکنه. این چرا چراهایی که تو قلب آدم ایجاد میشه و به معارضه میشینه،
اینا همون خطوراتی است که ان الله کان علیکم رقیبا. شما اگر یک مدیری رو، یک کسی رو که یک مقداری به او اعتماد داشته باشید، وقتی یک کاری میکنه شما میگید او یه چیزی هست، حالا بریم علتش از اون هم سوال کنیم، یه چیزی ممکن باشه. ما سر خدا دیدید که اینقدر معارضه قلبی داریم با حضرت حق که انگار اصلا او حکیم نیست. حکیم یعنی که اون حکیم علل اطلاق، یعنی هیچ کاری بی حساب توی عالم اتفاق برگ از آسان بی حساب اتفاق نمیاد. این اتفاق که برای من پیش می اومد باید برای من پیش می اومد، باید این اتفاق می اومد. خدا حکیمه. لذا یکی از اتفاقاتی که شخص در مراقبه باید مراقبش باشه رفض اینجور معارضات قلبیه. یعنی تا اینجور خطورات اومد سریع بفهمه که خدا داره خطور رو نگاه میکنه که تو داری نسبت به حضرت حق یه جوری هستی که انگار بلد نیستی حالا اداره کنه. خیلی بده. خدا حکیمه، بلده. همه چیز این اتفاقات این دنیا رو حساب داره میبوده. یه موقع زمان رضا خان اومدن کنار حرم اگه زهر چشمی گیره از یه آخونده رو زدن، یه نفر کشتن، خیلی بد کشتن، یه نفر زدن کشتن. آقای بهادینی گفتن که اون نفری رو که کشتن صبحش یه گربه رو همون نقطه زهرش کش کرده. یعنی اینقدر مینیاتوری همه چی حساب داره. تو میزنی اونو زهرش کش بکنی، اونا هم که هم میان زهر چش بگیره این رو اونو میزن دقیقا تو میزنن. نمیخوام بگم همه حساب ها اینجوریه، ولی حساب داره، حساب داره. توجه به روح عالم، ببینید این نارو توجه بکنید شاید دنیا یه مدل دیگه ای از آب در بیاد. باز من یه مثال بزنم تو اینو تحصیل کنم. ببینید ما داریم با هم دیگه حرف بزنیم، بابا شما حرف میزنیم، شما با ما حرف میزنید. شما واقعا وقتی ما داریم با هم حرف میزنیم کاری به این صورتهای هم دیگه نداریم. درست نگاه میکنیم تو صورت هم دیگه و حرف میزنیم، کاری با روح پشت صحنه داره، با اون روح کار داره. یعنی من پشت صحنه شما یک روح میبینم، با اون حرف میزنم، به صورتی که اگه شما خواب باشید با تو حرف نمیزنم، مرده باشید با تو حرف نمیزنم. چرا؟ چون که من که با بدن شما نمیخوام حرف بزنم که، یه روح پشت صحنه هست، من با اون روح دارم حرف میزنم و اتفاقا اون روح خیلی مهمه. یعنی من روح دارم میبینم. مثلا شما تصویرتون اگه یه جایی باشه، مثلا من با اون حرف نمیزنم، با تصویر شما حرف نمیزنم، با عکس شما حرف نمیزنم. اینا خیلی وقتا تو این بحثای سمعی مثل تلفن و یا مثلا همین چیزا خیلی واضح تر آدم میفهمه. من الان اینجا با این عزیزان کاربر تو این فضا دارم حرف میزنم، چون که فکر میکنم یه عده این پشتن، یعنی یه روح سمعی اینجا وجود داره که من اصلا حرف میزنم با اینا، یعنی در این لپتاپ میبستم. ببینید توی عالم، میخوام اون نقطه گرانیگاه های این مراقبه رو بهتون میگم، توی عالم یک غیر این در و دیوار و باغ و راغ و تمام این درخت و کوه ها و فلان اینا، یک روح پشت صحنه وجود داره که اون همون روح است. اون روح عالمه، اون روحه.
اون هست اصلا، اون خداست، اون خداست. لذا شما اگر یه نفر عکسش داره شما رو میبینه که یه کار مثلا زشتی خدای نکرده ما داریم میکنیم، یه خب این عکسه، این مهم نیست، این عکس. ولی اگه خودمون باشه میگه نه این روحه، این روحه هست، یعنی روحه مهمه، روح مهمه. این مثلا آیا میتوانید، آیا این تمرین رو کردید که در و دیوار رو مثل بدن ببینید؟ همچین تمرین آیا انجام شده که در و دیوار رو شبیه بدن ببینید؟ بدن یک روح که اون روح هست، همین در و دیوار و فرش و سقف و درخت ها و اینا، اینا بدنه، مثل انگشت و پا و دست و فلان، همه این چیز بدن ما، که یک روح هست، اون روح شاهده همه این چیز هست، اون روحه داره میبینه، اون روح وجود داره. این حل آیا افتاده، جا افتاده این روح انسان؟ این همون گرانیگاه های مراقبه کردنه. یعنی شخص وقتی که اینها رو تمرین کرده، مناجات زیاد خونده، تمرین کرده، داره وقتی که راه میره، درس میخونه، این رو با خودش زیاد تمرین کرده، ممکنه در ابتدا فرض کنید دست فرمونش نگیره به اندازه کافی، مثلا لحظاتی در این حالت قرار میگیره، ولی این لحظات انقدر اضافه میشه و خورد خورد کمجی که راه میره احساس اون خدا داره میباشه. یک روحی هست، یک روح عالمی هست، این همون مرکز سر مراقبه است. اون موقع هر چی خطورات هست با خودش داره مراقبت میکنه. آقا اینا جز معاملات قلبی هست اصلا. یه نفر یه گوشه نشسته داره مراقبت میکنه، یه گوشه نشسته داره سلوک میکنه، یک خطور قلبی به وجود میاد، اون میگم رفض معارضه میکنه، اصلا معارضات رو میذاره کنار، با خدا نمیجنگه، هر اتفاق نمیده میگه درست داره، میگه درست، خودش هم میفهمه گاهی اوقات خدا میخواد بشکنتش، باید بشکنه، اینو خود او میفهمه. خدا گاهی اوقات یه مصیبتی میاره بشکنه، گاهی اوقات یه مصیبتی میاره خدا که این مقاوم بشه نشکنه. اتفاقا جاییست که باید از خودش مقاومت نشون بده. یه جایی هست خودش میفهمه، دیدی اخلاق آدم ها دست آدم میاد که مثلا این الان داره اینو میگه، این داره شوخی میکنه، این الان اینو داره میگه مثلا کاملا جدی، اینو میگه اینجوری داره میگه، یعنی اشکال نداره، پیام فورواردم شد اشکال نداره، چون میفهمه اخلاق طرف دستتون میاد، اخلاق خدا برای اون سالک دستش میاد که اینجا میخواد مصیبت رو بیاره و این نشکنه، یه جا میخواد بیاره و این بشکنه، اتفاقا این میخواد زاری خوشو بندازه، اگه نشکنه اونجا تا مصیبت بیشتر میاره. اینا رو خود این طرفی که این محضر رو زیاد درک کرده، اون از همه بهتر خودش میفهمه خدا با اون داره چیکار میکنه. اخلاق خدا، بله اینکه فرمودید خودش جواب رو به انسان میفهمونه، بخاطر اینکه اخلاق خدا دست طرف اومده. مهمترین چیز این است که انسان تو این محضر درک میکنه، اینجا میخواد بشکنه، خب خدا من میشکنم، گریه میکنم، چیکار میکنم، بلام به خاطر این مصیبته، یه جا قرار نشکنم، اتهام نمیشکنم، خورد نمیکنم خودم. نه کی در میاد اصلا این سوالایی که بخیر این الان اینجا باید قلدری بکنه یا نه باید قلدری بکنه، چیکار باید بکنه،
اینا تو همین درک حضورها در میاد. ولی اینی که معارضه نکنه، همه چیز رو خوب میبینه. ببینید این بیان حضرت عقیله بنی هاشم که ما رأیت الله جمیلا خیلی فوق العاده است. یعنی شما نسبت به مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، تو عالم این مصیبت بی نظیر بود. این مصیبت بی نظیر رو تو عالم کسی ببیند بگوید ما رأیت الله جمیلا، همش باشه، همش درست بود، همش سر جاش بود. این فقط برای این نگفته که حال مثلا یزید رو بگیره که، نه، واقعا نگاه میکنه از اون بام هستی وقتی یه نگاه میکنه میبینه همه چی دقیق در جاش بود. یا ما رأیت الله جمیلا، این چیزی که خب حضرت زینب سلام الله علیها در مقامش قرار گرفته، شخص باید در حالاتش قرار بگیره، در حالاتش خودشون در مقام قرار گرفته. تو این دید و بازدیدهایی که داره از خودش میکنه هی لفظ معارضه کنه، معارضه رو با خدا بذاره. این روح هستی رو هم بر خودش مسلط ببینه. آقا اینا رو تمرین بفرمایید، اینا رو تمرین کنید و احساس بکنید که وقتی دارید حرکت میکنید یه چیزی داره شما رو نگاه میکنه. مثلا این روایت خف الله که انک تراه فلم تکن تراه فانه یراک، یعنی یه جوری از خدا بترس که داری خدا رو نگاه میکنی، که اگه تو هم نگاه نکنی اون داره نگاه میکنه. یعنی تو در این وضعیت باش که هی خدا ان الله کان علیکم رقیبا. باز مراقبه های دیگه وجود داره، بله مراقبه های دیگه هم وجود داره. مراقبه و حتی شخصی جز مراقباتی است که دقیقاً همین نکته ای که یک روح در همه عالم است، بهش میگن مراقبات مربوط حوزه وحدت شخصیه. یعنی چی؟ یعنی یک موجود در این عالم هست، توی این عالم فقط خدا هست، چیز دیگه نیست، همه جزء شمونن. حالا اینا بحثش مفصله. چیزایی که مراقبات این مدلی دارن مراقبت از وحدت شخصیه. یعنی چی؟ یعنی اینو بدان که یک وجود است که تصریف پیدا کرده شده این کسرات. ما یک وجود و کسرات نداریم، ما یه وجود داریم، کسرات سایه است، این کسرات سایه است. بعضیا در مرتبه مراقبت از وحدت شخصی هستن، بله بعضیا در مراقبت اینجوری هستن که هی دارن یک میبینن، دارن یک میبینن، دارن یک رو میبینن. خیلی وقتا تبدیل به ذکر میشه، تبدیل میشه ذکر مثلا الله اکبر، کسی که الله اکبر زیاد میگن، کسی که الله اکبر زیاد میگن، اینا این اتفاق براشون، یعنی مراقبت از یک دارن میکنن، یعنی مراقبت از توحید. برای ما این چیزا خیلی فکر میکنیم دوره و دیره و در صورتی که اگر تمرین این قضیه باشه که شخصی که حرکت میکنه حواسشو به این چیزا داده، ضمن این که داره زندگیشو میکنه مراقبه، حالا این مراقبه باعث میشه این کار نمیکنه، این کار نمیکنه، این کار رو نمیکنه، این حرفا رو نمیزنه، اون موقع این کار رو میکنه که این مراقبت ها نداره. بهش میگن مراقبت از وحدت شخصی. اینم بالا اون حالات و روحانیتی که او داره بستگی داره که این رو تمرین داره روش و تمرین نداره روش. و حتی مراقبت میکنه از اینی که من نگاه نکنم به مراقبت خودم، چون اینم برای خودش مقوله ایه. میبینید آدم یه موقع اخلاص داره و داره به اخلاص و کار خودش توجه میکنه،
درسته، ایمان انسان داره کار میکنه، صاحب فیوزاتیست. یا اون هم یه نگاه میکنم به 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 مثلا چیزی، چه کارهایی، چه زحماتی، چه چیزی، چه تألیفاتی، چه شاگردی، چه استادی، چه اینه، هی داره به خودش نگاه میکنه. مراقبت از اینی که به خودش طرف نگاه نکنه این جز مراقبت، یعنی به مراقبت خودش نگاه نکنه، یعنی مراقبه و به مراقبت خودش نگاه. مثل راننده ها، این راننده ها وقتی که رانندگی میکنن به همه جا متوجهن الا به توجه خودشون، یعنی متوجه همه این مسیر هستن دیگه، ماشینای بغلی، پشتی، بر این و اون و جلو نزنن، متوجهن ولی متوجه به توجه خودشون نیستن که آقا من متوجهم الان. عرضم معلوم چیه؟ گاهی آقا آدم کاملا متوجهه ولی به توجه خودش متوجه نیست. این درسته، شخص مراقبه ولی به مراقبت خودش مراقبت نداره، متوجه مراقبت خودش نیست، داره کاملا مراقبت میکنه ولی متوجه نیست که داره مراقبت میکنه. فرق مخلصین با مخلصین همینه. مخلصین آدم های با اخلاص هم، مخلصین کسایی هم که با اخلاص هم ولی خوشون نمیدونن با اخلاص هم، مثلا توجهی ندارن به اینکه با اخلاص هم. یعنی دیگه انقدر به خودش بیتوجهه. خدا توفیقی رو اگه بده بخواهد توه، برای همین داریم تو ادعیه و اینا شما اگر شروع کردید دعا رو، باید با حمد باید شروع کنید دعا رو، اینقدر حمد خدا گفتید اولش اینا که یادتون رفت برای چی خواستید دعا کنید، اصلا اومده بود چی بگید. یعنی خدا خیلی میپسنده اینا، چون که به خودش این به خودش توجه نگه، اومد همهش با ما هم گفت و درد دل کرده، گفت و گفت و گفت و تمام شد. این موقع خدا به چند برابر همون خواسته او رو بهش میده. فرق مخلصین در دعا سهر همینجوری، فرق مخلصین و مخلصین هم همین، فرق مراقب خیلی جدی، مراقبان خیلی جدی اینجوری هستند که نمیفهمن مراقبن، فقط مراقبن. خیلی زیباست داد نمیدونم، خیلی زیباست از اینکه شخص کاملا مراقبه ولی اصلا نمیدونه من مراقبم الان، نمیفهم. اینجا همون جاییست که میگن درف دیگه داره فانی میشه دیگه، یعنی دیگه هیچی نمونده بر خودش. حالا اینا بالاخره با حلو حلو میگن دهن شیرین میشه، با حلو حلو دهن شیرین میشه. باید خود اینقدر از مقامات ما نمیگوییم که نه نیست، چه حرفایی وجود نداره، نه اینجوری نیست. بلاخره ما تو حوزه ها دنبال این صداقت باشیم، دنبال این حرف ها باید باشیم. این سیره بزرگانیست که به دست ما رسیده، یه سلوک جدی، معامله قلبی جدی طرف هست و سالکه، حرف میزنه و سالکه، یه گوشه نشسته است و سالکه. این چیه؟ این مراقبه، این آدم مراقبه، خطوراتشو مراقبه، فضای وحدت شخصیه رو مراقبه، فکر میکنه یه روح حال، فکر میکنه همه جا یه چیزی هست، فکر میکنه اینجا پره، جای خالی نداره. وقتی حرکت میکنه احساس میکنه که یه چیزی با او داره حرکت میکنه،
کنه این در و دیوار و درخت ها و کوه ها و فلان اینا همه زندن اینا و اینا مایه هایی که تو قرآن دارن که همش ام من شیئن الا یسبح و حمده یا راک الله تفعه، یعنی این واقعیت داره، یعنی من علکی نمیخوام یه چیز علکی رو تصور کنم برای خودم، خودم نمیخوام اینا رو تصور کنم، نه هست. و اینجور مراقبت هایی که طرف داره انجام میده شما میبینید رفته رفته فتیله یک چیله هایی تو ناخودآگاه پایین کشیده میشه. شما میخواید با غضب بجنگید، با این بجنگید، با اون بجنگید، با شهوت نام چی بجنگید، میخواید با اینا بجنگید. خب میبینید که این خودش عواملی است که داره اون مرکز ادراک های شما رو ضعیف میکنه تو این همه معارضات تو عالم، داره اون رو ضعیف میکنه، اون رو داره درست میکنه، انگار داره سرمنشأ رو درست میکنه. اینا اون مراقباتی است که باید شخص انجام بده، معامله قلبیه. یه چند تا چیزشم خدمتتون عرض کردم، یه صلواتی هم میگم. اللهم صل على محمد وعلى بزتت غسل از در خونت نمیرم ولا کففت انت ملقک دست از چالوسیم بر نمیدارم لما وهم قلبی من المعرفت بکرمک و سعت رحمت قبل آب شده منو میخواهم لا من یذهب العبد الله ولا مولاه
بد کجابن و ادامن یلتجه المخلوق الا علا خالق. الهی لو قرنتنی بالاسفاد، خدا اگه منو با زنجیر ببندی و منعتنی سیبک من بین الاشاد و دللت علا فضاحی عیون العباد و امرت بی النار، خدا اگه آبرو ما ببری بعد شب بگی برو تو جهنم و حلت بینی و بین الابرار ما قطعت رجای منک. و ما صرفت تأمیل العب عنک و ما خرج حبک من قلبی انا لا انسا ایادیک عدی و سترک علی فی دار الدنیا. سیدی آقای من، اخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآل خيارتك من خلقك خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وابغني على درجة التوبة إليك إكرارك من توبك وأعني بالبكاء على نفسي خدا کمک کن من بر خودم گریه کنم، جواب تو نمی فهمی فقط افنی تو به تصویف من آمان عمری. اینقدر فردا فردا کردم عمرم تمام شد، قدر دنبال کردم این جایی نرفتم، وقد نزل تو منزلت العارفی من خیری از خودم نامید شدم فمن یکون اسم حالم من إن أنا نزلت على مثل حالي إلى غبري. لما أهد على رغبتي ولما أفرش من عمل الصالح لذا جعتي وقالي لا أبكي ولا أدري لا ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتمني لقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت زماني لا أبكي
گیر خروج نفسی همگین ظلمت قبرین همگین دقیق محدین همگین سال من کرن و نکیر دیان همگین خروجی و قبرین آنیانم زلیلم حاملن سغنی علا بهری اغضو مرتن عن یمینی و اخرا عن شمالی اذا الخلائق في شأن غير شأني فكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجه يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجود عليهم ترهم قطرة مذلة دستای دای تو میاد بلا رای انعر راهی امر راهی امر شد نامشرف بشیم و به سوریه ببینی مسجد جامع نبی رو اون منبر یزید ملعون ببینی تا اون منطقه اسرا افرش من فاسد هست لا من لا جامون که عقیله بنی آشم فرمود یزید امن العرب تخدیرک اماک و حرارک و بنات رسول الله صلی آیای مدبر کنیزات بردی پشت پرده دختران مسئول خدا با این وضعیت یه چیزایی همونجا پس گرفت قرادت و فاطمه مغزل و فاطمه مغنعت و فاطمه عمامت رسول الله لا 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 یه چیزی دیگه من یزید ملعون پس گرم ثوب الحسین همون پیرانی که مقاتب نمشتم بعد از شهادت ثم اقبلوا على سلب الحسین
شروع کردن آقا رو بله نگردن شما شدم بگیرین این نازدانه و همون خواب مرید شون والا بله میدونی چه صورت من شده کبود امو نبود میدونی چرا مهام گرفته بوی دود میدونی چرا رمد تو زانم نبود امو نبود یا صاحب زمان آز میخواد میدونی چرا رفتم محله یهود یده توی مسیر مسافرم خوش بادشون حسین مرمی آبوین دل شکست تنام خب این سالا توی مسیح زمزه یه ما همین یه بیت بود شب از غمر ما همین رو زمزمه کنن حسین من بیا و این دل شکست را بخن حسین من مسافر جامد را با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا و این دل شکست را بخر حسین من مسافر جان در با خود ببر حسین من حسین من السلام علیکم یا با عبدالله الله التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت فبغي الليل والنهار لا جاءه الله آخر ما بمني جزياتكم السلام على حسين وعلى علي ابن
دلیل تا سلام زخیمه قبر قیامت ما بگردار پدر مادر ما را بخش و بیامار همه مرزا اسلام مرزا مرزون آجبن و کاملا نواز آفید بپوشار دات نقاطی از نور حضرت ما در آسد بفرما اقام معظم را اولی همه خدمت گذاران اسلام اندلال و اید انسونشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگه ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آدم الفاتحه مع الصلوات